درود میریم برای بقیه کتاب دستبندی نظامی علیه دولت. هرچند وقایع سی تیر 31 به پیروزی دولت و عقب نشینی دربار انجامید، ولی جنبش های علیه دولت قسمتی علنی و قسمتی سری بود، همچنان ادامه یافت. در قسمت سری فعالیت عمده به دست گروهی از افسران ناراضی صورت می گرفت که تعدادی از آنها بعد از وقایع سی تیر از طرف دکتر مصدق بازنشسته شده و به صفوف ضد دولت پیوسته بودند. این گروه که به رهبری سرلشکر زاهدی و شرکت شخصیت های نظامی دیگر مانند سرلشکر عرفا و حجازی اداره می شد، یک کمیته سری به نام کمیته نجات وطن تشکیل داد که در خفا برای برانداختن دولت تحریزی می کردن. در تاریخ 31 فروردین واقعی مهمی منتسب به گروه مزبور رخ داد که نشان می‌داد نظامیان مخالف دولت برای انجام هدف خود به هر گونه وسیله دست خواهند زد، به این معنی که سرتیپ افشار توس رئیس شهربانی کل کشوری که به طرز مرموزی به یک منزل شخصی دعوت شده بود مفقود گردید و 6 روز بعد جسد او در تپه‌های شمال تهران کشف شد. روز 12 اردیبهشت دولت نتیجه تحقیقات را از این قرار اعلام نمود که این عمل به وسیله عده‌ای از افسران بازنشسته و ناراضی با همکاری عناصر ضد دولت با ذکر نام سرلشکر زاهدی و بقایی انجام گرفته است. گزارش تحقیقات روز به روز از 22 تا 29 ناوآوریل 1 تا 8 اردیبهشت در روزنامه نیویورک تایمز درج میشد و به تفصیل واقعه را این گونه بیان میکرد که افشار توس به وسیله توطئه سرلشکر زاهدی و دکتر بقایی و یکی از پسران کاشانی از منزل خطیبین نامی از همدستان بقایی که به باب کار بردن خودعی به آنجا دعوت شده بود رو بوده و بعد کشته شد. به دنبال کشف این ماجرا سرلشکر زاهدی در تاریخ 14 اردیبهشت در مجلس شورا متحسن شد و گفت به علت عدم اطمینان از اینکه دولت با او بر طبق قانون رفتار خواهد کرد به خانه ملت پناهنده شده، ولی برای جوابگویی به مقامات صالحه حاضر خواهد بود. در تاریخ 24 اردیبهشت وزیر دادگستری نامه‌ای به مجله شورا نوشت، به مجلس شورا فرستاد و ضمن متهم نمودن دکتر بقایی به معاونت در قتل افشار توس تقاضای سلب مسئولیت از او نمود. در تعقیب این تقاضا دولت در جلسه 29 اردیبهشت لایحه دایر بر سلب مسئولیت از دکتر بقایی به مجلس تقدیم کرد که از طرف مجلس به کمیسیون دادگستری ارجاع گردید، ولی بعد از این اقدام ترتیب اثری به لایحه مزبور داده نشد. از مدارکی که نویسنده کتاب بین دو انقلاب مضمون آن را خلاصه کرده است چنین برمی آید که کمیته نجات وطن با سازمان سری اطلاعات انگلیس که بعد از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس گروهی را در تهران تحت سرپرستی رشیدیان باقی گذاشته بود تماس گرفت و به خصوص بعد از تغییر حکومت در امریکا در دیماه 31 و گرایش آیزنهاور به سمت حمایت از انگلستان علیه ایران شبکه فعالیت خود را برای برانداختن حکومت مصدق توسعه داد. در هر حال تردیدی نیست که افسران بازنشسته به رهبری سرلشکر زاهدی و با همکاری افراد برجسته ای از طرفداران سابق دکتر مصدق دست به اقداماتی زدند که تاثیر عمده در تغییر سیاست دولت آمریکا نسبت به حکومت دکتر مصدق داشت. به طوری که طی فصول گذشته توضیح داده شد دولت انگلیس از ابتدا و به خصوص از شهریور 30 به بعد منتهای کوشش را به کار می برد که دولت امریکا را با نظر خود دایر به تغییر دکتر مصدق موافق کنند و هر بار با عدم موافقت آن دولت روبرو می شد. ولی بعد از رد پیشنهاد مشترک دوم از طرف دکتر مصدق، دولت امریکا تصمیم به اعمال نفوذ در شخص شاه به منظور برکنار کردن دکتر مصدق گرفت. هندرسون سفیر امریکا روز 9 خرداد 32 با شاه ملاقات کرد و مصرن خواستار انتصاب سرلشکر زاهدی به جای دکتر مصدق گردید. شرح ملاقات مزبور طی سندی که زیرن ترجمه آن نقل می شود گفته شده است. سند مورخ 6 ژوئن 1953 16 خرداد 32 و محرمان است. شرح زیر گزارش ملاقات سفیر امریکا، سفیر کبیر امریکا در تهران با شاه در تاریخ 3 می 9 خرداد است. در موضوع ژنرال زاهدی شاه گفت هرچند او از نظر فکر نابغه نیست، ولی با سه شرط نخست وزیر او قابل قبول خواهد بود. اولا
پشتیبانی وسیع سیاسی داشته باشد. ثانیاً انتصابش از طریق قانونی و پارلمانی صورت بگیرد. ثالثاً امریکا یا انگلستان با کمک متنابه اقتصادی از او پشتیبانی کنند. شاه اضافه کرد اگر دولت تازه‌ای که بر سر کار آید نتواند پشتیبانی مالی خارجی را جلب کند، بهتر است وضع فعلی تغییر نکند. سفیر گفت به عقیده او دولت انگلستان و همچنین دولت آمریکا از تشکیل حکومتی به ریاست جنرال زاهدی استقبال خواهند کرد، به شرط اینکه شاه از زاهدی پشتیبانی کند. سفیر گفت بسیار موجب تأسف خواهد بود اگر شاه بعد از اینکه دولت‌های آمریکا و انگلیس سعی کردند به زاهدی کمک کنند، پشتیبانی خود را از او سلب کنند. شاه تأکید کرد که اگر شرایطی که او تذکر داده است قبلا رعایت شود، او نظر خود را تغییر نخواهد داد. بعد اضافه کرد که تصور نمی‌کند زاهدی بتواند به وسیله یک کودتای نظامی موفق شود. آنگاه از زیاد شدن نفوذ خانواده امینی صحبت کرد و گفت وضع امینی اخیراً تغییر کرده است. جنرال امینی نفوذ خود را در سطح‌های بالای ارتش گسترش می‌دهد. برادرش که کفیل وزیر دربار است عقیده دارد که بهتر است اول یک دولت محلل ملی بر سر کار بیاید تا بعد یک دولت قوی جای آن را بگیرد. در جواب سوالی که شاه طرح کرد، سفیر گفت فکر به وجود آوردن یک دولت محلل موقت مثل آن است که شخصی بخواهد در آن واحد بر دو اسب سوار شود، و توضیح داد که اگر کسانی که از جنرال زاهدی پشتیبانی می‌کنند در این حال در جستجوی نخست وزیر محلل دیگر باشند، چنین پشتیبانی مؤثر نخواهد بود. شاه این نظر را تصدیق کرد و گفت امینی‌ها اگر بخواهند می‌توانند مانع موفقیت جنرال زاهدی شوند. وقتی صحبت از اختلاف نفت به میان آمد، شاه پرسید آیا موضوع هنوز در جریان است؟ سفیر جواب داد موضوع مسکوت است. اما شاه تاکید کرد که از هیچ کوششی که بتواند منجر به حل اختلاف شود نباید صرف نظر نمود، ولو باعث ادامه حکومت مصدق برای چندی شود. او گفت امیدوار است اگر حل اختلاف و اختلاف غیر ممکن باشد، دولت آمریکا آنقدر کمک به ایران برساند تا بحران مرتفع شود ولو مصدق بر سر کار بماند. در موضوع ارتش شاه گفت وضع فعلی او از لحاظ ارتباط با نظامیان غیر قابل تحمل است. دیگر هیچ گزارشی به او نمی‌رسد. افسران ارتش هم جرأت ملاقات با او را ندارند. ضمناً گفت که اگر وضع تغییر نکند، خیال دارد در ماه ژوئیه به عربستان سعودی سفر کند. در پایان مذاکره شاه و سفیر موافقت کردند که شاه در اعلام جریان مذاکره بگوید فقط موضوعهای کلی مورد بحث قرار گرفت، و سفیر اظهار کرد که مسئله اختلاف نفت دیگر مورد گفتگو نیست. شاه گفت قصد دارد به امینی اطلاع دهد که به سفیر گفته است به عقیده او حل اختلاف نفت با مصدق آسان‌تر از حل آن با هر کسی است که به جای او بیاید، و امیدوار است که همه گونه کوشش به این منظور به عمل آید. نشانه هایی از نزدیک شدن دولت ایران به بلوک شرق. از یک سال پیش در دستوراتی که برای پشتیبانی از دولت صورت می گرفت، فعالیت عناصر چپ روز به روز نمایان تر می شد، و این امر هم در داخل کشور هم در بعضی کشورهای خارجی به ویژه امریکا ایجاد نگرانی کرده بود، مخصوصا چون ضمناً خبرگزاری های خارجی اطلاع می دادن که دکتر مصدق پی در پی با سفیر شوروی ملاقات می کند و انعقاد ترتیباتی برای افزایش معاملات با بلوک سوسیالیست به عنوان رکن سیاست اقتصاد بدون نفت و از جمله فروش مواد نفتی به روسیه مورد بحث و بررسی است. اینکه دولت مجال بیشتری به فعالیت حزب توده میداد و تظاهر به قصد نزدیک شدن به بلوک شرق میکرد، باعث شد که در بعضی محافل سیاست دکتر مصدق حمل بر قصد واقعی و جدی او به توهم و سازش با بلوک مزبور شود. بدیهی است که انگلیسی ها به خصوص این تغییر را تاکید می کردن و می کوشیدن تا از این را سیاست دولت آمریکا را به سمت ضدیت با دکتر مصدق سوق دهند، چنانکه کردند. اما تعبیر دیگر و شاید درست‌تر این است که دکتر مصدق قصد ایجاد مناسبات گسترده با شوروی را نداشت، بلکه تصور می‌کرد که تظاهر به این قصد باعث خواهد شد که دولت آمریکا روش مساعدتری نسبت به ایران از لحاظ طرفداری از ایران در مسئله نفت و منظور نمودن کمک‌های مالی و اقتصادی در حق ایران اتخاذ کند، و بدیهی است که یک چنین تدبیر از نظر روانشناسی و سیاست بین المللی اشتباه بزرگی بود.
نویسنده آمریکایی کتاب ناسیونالیست در ایران در مورد استفاده مصدق از حربه کمونیست برای ترساندن آمریکا چنین میگوید: همه میدانستند که ترس آمریکایی‌ها از کمونیست تقریبا به سرحد جنون میرسد. بنابراین مصدق چنین تصور میکرد که بهترین تدبیر این است که بگذار حزب توده در نقش لولو و مترسک جلوه کنند. این طرز تفکر سوء تفاهمی عجیبی از روانشناسی آمریکایی نشان می‌دهد. مصدق به خیال استفاده زیرکانه از ترس آمریکایی‌ها نیروی را به کار گرفت که خود او را برانداخت. روز 4 مرداد سفیر آمریکا، سفیر کبیر جدید شوروی به تهران وارد شد و جراید طرفدار دولت ورود او را با گرمی بی سابقه تلقی کردند. پس از چند روز اعلام شد که هیئتی از روسیه برای مذاکره درباره رفع اختلاف مرزی و مالی بین دو دولت به ایران خواهد آمد و در شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی اظهار کرد که دولت شوروی به تحولات اخیر در چنین اندیشیدند که برای اعاده وضع طبیعی در مجلس لازم است ریاست مجلس به شخص واگذار شود که مورد قبول هر دو دسته باشد. در نتیجه کوشش هایی که به این منظور به عمل آمد، زمینه برای تغییر ریاست مجلس فراهم شد و در جلسه روز 10 تیر که مسئله انتخاب رئیس مطرح گردید، از 72 نفر حاضر در جلسه 41 نفر به دکتر عبدالله معظمی رأی دادند که به این ترتیب از کاشانی که 31 رأی بیشتر نداشت پیش افتاد و رئیس مجلس به او واگذار شد ریاست مجلس. اما با وجود تغییر رئیس مجلس و کوشش‌های رئیس جدید برای ایجاد حسن تفاهم بین دولت و مجلس، وضع مجلس به همان صورت آشفته باقی ماند. روز 22 تیر دکتر مصدق ضمن مذاکره با عده‌ای از نمایندگان گفت دولت در وضع کنونی نمی‌تواند به کار ادامه دهد و برای تعیین تکلیف خود ناچار باید به آرای عامه مراجعه کند. روز بعد نمایندگان عضو فرکسیون نهضت ملی که 27 نفر بودند از عضویت مجلس استعفا کردند و علت استعفا را طی نامه خطاب به رئیس مجلس به این شهر بیان کردند. وضع کنونی مجلس شورای ملی مساعد برای ادامه وظیفه نمایندگی نیست. به تبعیت این اقدام 25 نفر از سایر وکلا نیز استعفا کردند، به طوری که عده وکلای مستعفی به 52 نفر از 74 نفر رسید. استعفای این عده در مجلس مطرح نگردید، ولی افراد مستعفی در هر حال در جلسات حاضر نمی شدند. به این ترتیب از وکلای حاضر در تهران 22 نفر غیر مستعفی بودند که مخالفان سرسخت دکتر مصدق، یعنی دکتر بهایی خایری‌زاده و مکی و قنات آبادی جزء آنها بودند و این دسته قرار گذاشتند که هفته 3 بار برای مشورت در مجلس دور هم جمع شوند. دکتر مصدق سعی میکرد این 22 نفر نیز استعفا کنند تا مجلس خود به خود منحل شود و اظهار میکرد که در آن صورت مراجعه به آرای عمومی لزوم نخواهد داشت. اما آنها حاضر به استعفا نشدند و اظهار میکردند که اگر دولت به هر عنوان انحلال مجلس را اعلام کند، آنها مجلس را در حال تعطیل تلقی خواهند کرد، نه منحل. بنابراین دولت شروع به تهیه مقدمات مراجعه به آرای عمومی نمود. روز 5 مرداد دکتر مصدق نطقی به وسیله رادیو خطاب به ملت ایران نمود و ضمن آن چنین گفت: اکنون بیگانگان با تمام قوا میکوشند که در صفوف متحد ملت ایران رخنه کنند. متاسفانه در مجلس شورای ملی هم قانونی برای پیشرفت مواسط شوم آنها تشکیل شده است. در این مجلس گروهی از مخالفین و ایادی سیاست بیگانه با بعضی از منحرف شدگان میکوشند که زمام امور را به دست دولتی بدهند که بتواند
مطامه بیگانگان و منافع آنها را تضمین کند. مجلس در خلال ماه‌های اخیر به صورت هسته مرکزی و پایگاه اصلی اخلال‌گری‌ها درآمده است. این نکته را جمعی از وکلا تشخیص داده و بنابراین استفاده دادند. با وضع کنونی مجلس امید هیچ گونه موفقیتی در مبارزه ملت ایران نیست و دولت ناچار است از شما مردم وطن پرست تعوض کند عقیده خود را در ابقا یا انحلال آن صریحا اظهار کنید. قانون ها، مجلس ها، دولت ها همه به خاطر مردم به وجود آمدند، نه مردم به خاطر آنها. وقتی مردم یکی از آنها را نخواستند می توانند در آن باب نظر خود را ابراز کنند. در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست. علل هاذا دولت از خود مردم سوال خواهد کرد که آیا با ابقای مجلس به صورت فعلی تا آخر دوره آن موافق هستند، که در این صورت دولت دیگری روی کار می آید که بتواند با این مجلس همکاری کند، و اگر با این دولت و نقشه و اهداف آن موافقند رأی به انحلال آنها بدهند تا مجلس دیگری شکل تشکیل شود که بتواند در تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند. جزئیات راجع به طرز رفراندوم به زودی به اطلاع خواهد رسید. با این نطق در حقیقت فاتحه مجلس خوانده شد و این کیفیت از طرف حائری‌زاده رهبر فراکسیون آزادی در مجلس تلگرافی به تاریخ 18 مرداد به دبیرکل سازمان ملل اعلام گردید به این مضمون: چون سازمان به منزله پارلمان دنیای آزاد است، فراکسیون آزادی مجلس ایران لازم می‌داند اوضاع تحمل ناپذیری را که بر ملت ایران می‌گذرد به اطلاع شما برساند. دکتر مصدق در سایه قدرت حکومت پلیسی و با حکومت حزب کمونیست توده به مفتضح‌ترین وضع رفراندوم کرد و اکنون می‌خواهد یک رژیم سخت دیکتاتوری کمونیستی به مردم ایران تحمیل کنند. ما اعلام می‌کنیم که حکومت او یاغی‌ست و اقدامات او برای ملت ایران الزام‌آور نیست. مراجعه به آرای عمومی، رفراندوم. در تشکیل ارزیابی عوامل و علل سقوط حکومت جبهه ملی، سهم بزرگی به آخرین پرده درام یعنی مسئله رفراندوم تعلق می‌گیرد. اصولا موضوع مراجعه به آرای عمومی در مسائل پیشبینی نشده بود و در مورد انحلال مجلس اصل 48 قانون اساسی حق انحلال هر یک از مجلس شورا و سنا یا هر دو در آن فاحت را فقط به شاه میداد و دولت می توانست در صورت وجود دلایل موجه برای انحلال مجلس، مثلا استعفای تعداد زیادی از وکلا، انحلال مجلس را از شاه درخواست کند. یک روز قبل از اقدام دولت به رفراندوم در تهران، کاشانی اعلامیه‌ای دایر بر تحریم آن به علت مباینت آن با قانون اساسی منتشر نمود. وکلای مخالف دولت نیز با این قصد دولت قویاً اعتراض کردند. با این حال اقدام دولت به مراجعه آرای عمومی در تهران روز 12 مرداد و در شهرستان روز 19 مرداد اعلام شد و نتیجه آن به این صورت اعلام کردیم که در تهران 155,544 رأی موافق، 170 مخالف با انحلال بودند. موضوعی که در این مال چیز بود در تهرانه و 115 رأی مخالف با انحلال مجلس بود، در شهرستان و 530 تا رأی موافق دادن. موضوعی که در جریان رفراندوم هم در ایران و هم در خارج جلب توجه می کرد، شرکت چشمگیر اعضا و هواخواهان حزب توده در پیشبرد آن بود، مخصوصا چون حزب توده قبل از انعقاد رفراندوم از دولت مصرحاً خواسته بود که علاوه بر انحلال مجلس، اقدام به تشکیل مجلس مؤسسان نیز برای تغییر قانون اساسی به عمل آورد. سفارت انگلیس در گزارش شماره 99 مورخ 13 اوت 22 مرداد 32 خود به لندن به این موضوع اشاره کرده و گفت ظاهرا قصد حزب توده محدود کردن یا منتفی کردن اختیاراتی است که به موجب قانون اساسی به شاه داده شده و همچنین هر گونه تغییرات دیگر که مورد نظر حزب باشد. تا کنون دولت بعدی انجام تقاضاهای حزب توده را نداده، اما با وجود این یکی از بزرگترین مشاوران نخست وزیر دکتر شایگان تا این حد نظر حزب را تأمین کرده که گفته است دعوت مجلس مؤسسان لزوم ندارد، زیرا آنچه منظور نظر است این است که به محض تشکیل مجلس جدید گزارش هیئت 8 نفری دایر بر محدود کردن اختیارات شاه در مجلس مطرح شود. در تاریخ 23 مرداد دکتر مصدق نطقی به خود در خصوص نتیجه رفراندوم به وسیله رادیو ایراد کرد و گفت ملت ایران به انحلال مجلس 17 رأی داد و دولت را تایید کرد
و اظهارات بعضی سیاستمدارای خارجی به این مضمون که این امر به وسیله عواملی غیر از قابط قاطبه من ملت ایران انجام گرفته صرفا برای این است که حقیقت را مکتوم کنند و مملکت بی طرف است و دیگر متوجه نشوند که ملت ایران با یک صدا و یک دل و یک جهت نفوذ خارجی را محکوم کرده است. در این هنگام با وجود آنچه طرفداران دولت اظهار می کردند وضع دولت در نتیجه جریاناتی که در بالا شهر داده شد و منجر به مخالفت علنی دولت آمریکا گردید صورتی به خود گرفته بود که دیگر قابل التیام نبود و هر آن انتظار می رفت واقعی صورت گیرد که به بحران و بلا تکلیفی انجام شود. پایان دهد. 329 صفحه 329 خوندیم. آره یه خورده خسته هم هستم ولی میخواستم کتابم بخونم. مهم اینه که وقتی تصمیم میگیرید یه کاری رو انجام بدید باید هر روز انجامش داد. روز و شبتون بخیر و شادی. رسیدیم تا فصل 26 صفحه 330.